من سلام عرض میکنم از صمیم قلبم به پدران، به مادران، به خواهران و برادرانم در تحصنهای مختلف، به طور خاص توی تحصن آمریکا، تحصن ژنو و واقعا با پایداریشون توی سرما، توی گرما، توی همه حالات شبانه روز، توی همه سختی ها و راحتی ها، جشن ها و غم ها، ما رو لحظه تنها نذاشتن، اشرف رو لحظه از یادشون نبردن، همیشه به عنوان مهمترین وظیفه خودشون اون رو توی نصب العین خودشون قرار دادن و اومدن و لحظه ای از فداکاریشون کم نذاشتن. واقعا درود میفرستم وقتی پایداری اونها رو میبینم، هر روز که اونها رو میبینم همچنان با شعارهای خودشون، شعارهای کوبنده خودشون، هیچ وقت نمیذارن دشمن آب راحت از گلوش پایین بره و حق رو به هر قیمتی که شده از حلقومش بیرون میکشن، از حلقوم دشمن و هر کس که میخواد هوادار این دشمن باشه تو هر سطحی از مقامات و در هر سطحی از کشورها، در هر موقعیتی که هست اون رو به هر حال از حلقومشون بیرون میکشن و تا الان هم با همین رد و همراه با پایداری اشرفیان تونستن بزرگترین ضربه ها رو به این رژیم منحوس بزنن، چنان که دیدیم توی ضرب العجلی که تعیین کرده بود آخرش با خفت و خاری مجبور شدش کوتاه بیاد، مجبور شدش اون رو تمدید بکنه و این به نظر من تبدیل به یک سکته مغزی براش شده، به طوری که الان بیشتر اندامش واقعا حالت لمس، حالت بی‌حس داره و نمیتونه اصلا حرکتی داشته باشه. الان همونطور که شما هم می‌بینید هر روزه با بحران‌های بیشتری داره روبرو میشه. توی سوریه بود که نفراتش دستگیر کردن و یکی از بزرگترین رسوایی‌ها رو براش به بار آورده. توی عراق که دیگه از حد و مرز رسواییش گذشته واقعا. تمام مردم عراق کینه‌شو به دل دارن و متعصد روزی هستن که این انتقامش ازش بگیرن. و واقعا رژیم به لحاظ داخلیش توی صحنه انتخاباتش بحران‌های مختلفی که هیچ کدوم حاضر نیست همدیگه تحمل کنن، هر روز یه هشداری به همدیگه میدن که فردا نمیدونم نفرات احمدی نژاد دار میان توی مجلس، پس باید از الان یک برنامه بریزی که مانع اونها بشیم. اون یکی هشدار میده که فردا سال 91 حتما صحنه خونی خواهیم داشت، درگیری های خونی خواهیم داشت و همچنین اون قنبوز در کردن هاشون توی خلیج فارس هم که دیدیم، بحران هایی که هر روز داره بیشتر و بالاتر میگیره، غرق تو بحران هاشه واقعا. بنابراین اگر ما با این پایداری شما و ما تونستیم این زهر رو تا الان به حلقومش بریزیم که این چنین با این بحران ها روبرو بشه، مطمئنن با پایداری اشرف، پایداری شما در دفاع از اشرف، زهر آخرین هم به حلقومش بریزیم و مرگ حتمیش رو به چشمش بیاریم. پیروز باشید، موفق باشید، دوستدار شما هستیم.